که خرامان ز درم بازای نظری کن، نظری کن که به جان آمدم از دلتنگی، گذری کن، گذری کن که خیالی شدم از تنها. خیالی شدم از تنهایی. گفته بودی که بیایم، گفته بودی که بیایم چو به جای تو، ای
بسم الله الرحمن الرحیم. این ایام مقارن تولد حضرت علی علیه السلام و بقول همون عارف که می فرماید ایام از تو مبارک شد، یعنی نه ای، نه تو از ایام، هر یومی که به علی منصوب باشه مبارک است. و هر یومی و قومی با علی بغض داشته باشد، بار پیروان علی و علی نامبارک است و محض. علی علیه السلام در خاندانی به دنیا آمد که پدر و فرزند و پدر و فرزند مرتبن دارای مقامات معنوی بودن. ولی ما بعد از این که یادآوری این میکنیم باید سرمون بندازیم پایین، به خودمون بگیم گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ جایی که ما با علی و خدای علی که میگوییم، نه این که خداها متفرقه، یعنی خدایی که علی میشناسه. ما چشم بینایش نداریم که ببین. ما با علی اسممون این است که پیرو علی هستیم و این از قرآنی که بالای سر علی است و قرآنی که در روح علی است غافلیم. از قرآن همون قرآن معاویه میفهمیم که بالای نیزه است. علی علیه السلام دو گروه در واقع نصایح میشه گفت داشت، این از نصایح خانوادگی و سایه‌ای که به نور چشمانش بزرگان ما حسنین فرمود، فرمایشاتی که به دوستان گفت. غیر از اون علی هم معلم افراد ما بود، معلم اسلام بود و تربیت افراد، فرد مردم، ولی در این حال معلم اون جامعه‌ای هم بود که افراد با هم هستن. یک گروه نصایحی داره راجع به حکومت، راجع به قاضی و امثال این ها که مربوط به جامعه بشری.
یک گروه نتایجی که به ما گفتند یعنی در واقع خود حضرت مشخص فرموده است که وظایف اجتماعی و حکومتی جدا از وظایف شخصی است. دو تا نیست ولی جدا هستند. ما اگه خودمون مقایسه کنیم در هر یکی از این فرمایشات، البته مقایسه و مطابقه به اصطلاح افراد با دیگرون رو مقایسه کنن با خودشون و ارزیابی کنن غلطه، ولی علی فرمایشش غیر از اونه. علی خودش مقایسه شده و از طرف خدا پذیرفته شده. داستان موردی از علی آمود اخلاص عمل، شیر حق را دون منزه از دقل. یا میگن ای علی تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازوی بوده ای. خودمونو با فرمایشات علی، با کارهای علی که فرموده توصیه کرده از انجام بدیم مقایسه کنیم، خیلی عقبیم، خیلی اونقدر ناراحت باید بشیم که حتی به قول بعضی ها اگه مایوس از خودمون هم بشیم بعید نیست که اگر در پند ساله همین آخرش در خلاصه صفات مؤمنین اون آخر فرمودم که این مقایسه ما رو مایوس از خودمون نکنه، برای اینکه می‌بینیم چنون تفاوت ما با اون چه که علی فرموده است زیاده که امید به رفعش خیلی مشکله. مرگر به این ایام چون نام علی گفته میشه انشاءالله ما یه مقایسه ای الان بکنیم، چه مقایسه فردمون چه مقایسه جمعمون با اون فرد و جمعه ای که علی در مسایش نشون داده، انشاءالله بکوشیم تا اون چه نقیص داریم به مرحمت الهی و به شفاعت علی متوجه بشیم و خودمون رو به کمال انسانیت، کمال عرفان مجهز کنیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم.
مرهم و درمان من، ای جان و ای جانان من، هم شادی از تو غم ز تو، زخم از تو و مرهم ز تو، جان بلا کش هم ز تو، ای جان و ای جانان من، ای دوست تا در دلم کردی وطن، جان نو هم نو فدایت هم کن، ای جان و ای جانان من، ای دوست گاهی ز وصل افروزی، گاهی جان سوزی، گاهی دری گه دوزی، ای جان و ای جانان من، چشمت به تیرم میزند، زلفت اسیرم میکند، هجرت زبیخم میکند، ای جان و ای جانان من، با من جفا تا کی کنی، ترک وفا تا کی کنی، این کارها تا کی کنی، ای جان و ای جانان من، یک دم تو هم ای جان من، شکر بیفشان زان دهن، تا فکر بگذارد سخن، ای جان و ای جانان من، آی 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 نوش من، نیش مکن، دورم از خیش مکن، جگرم ریش مکن، دورم از خیش مکن، آرزوی دل من، حل هر مشکل من، مقصد حاصل من، دورم از خیش مکن، یا مولا به تو من زنده شدم، جان پاینده شدم، شمع تابنده شدم، دورم از خیش مکن، ای دوست بی تو ای جان، کسی بر نیارم
هم نفسی، چون زیاد بی تو کسی دورم از خیش مکن. یا مولا ای روان دو جهان، آشکارا و نهان، از تو دوری نتوان، دورم از خیش مکن. تاج من افسر من، سر من، سرور من، هادی و رهبر من، دورم از خویش مکن، دورم از خویش مکن. راه من، منزل من، بحر من، ساحل من، آشنای دل من، دورم از خویش مکن. یار من، مونس و غم خور من، دورم از خویش مکن. گرچه هستن بسی، نیست از بهر کسی، جز تو فریاد رسی، دورم از خویش مکن. از رخت هستی فیض، و از لبت مستی فیض، و از قدت پستی فیض، دورم از خویش مکن. گفته بودی که بیایم چو به جانای تو، من به جانم دم اینک تو چرا مینایی، چون سر زلف تو شدم سودایی.
چشم من.